وروسته شپو او ورځو کې د هیواد شمالي ولایتونو څخه د جګړې غږ ډېر پورته کېږي. تخار، بدخشان، بغلان، کندوز، فاریاب ولایتونو ځینو ولسوالیو کې د جګړو او ناامنیو څخه نیولې بیا د بدخشان زیباک ولسوالۍ او د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ تر سقوط پورې. هغه څه چې د ډېرو هیوادوالو د نیوکو او د اندېښنو لامل شوي، خو بیا ولسي جرګه د شمالي ولایتونو کې مخالفینو په لاس د ولسوالۍ د سقوط د جګړې په مدیریت کې کمزورتیا سره په تړاو کې بولي. دا چې دغه نښتو یا جګړو په نور څاړخونه دي، دا به د خبر څنډې په اوسنۍ خپرونه کې تر بحث لاندې ونیسو. په خپرونه کې را سره میلمانه دي آزاد خبریال ښاغلی فخرالدین قاري زاده، دغه راز د تلیفون له لارې د بدخشان ولایتي شورا مشر ښاغلی عبدالله ناجي نظري، چې تاسو ته ښه راغلاست وایم. زه مسعود شیرزایم. ښاغلی قاري زاده، پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه چې بحث مو کوم ګډون را سره وکړل. کېدای شي پیل کې د عملیاتو تاسو معلومات څه دي عملیاتو په اړه؟ بسیار تشکر از شما. سلام خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خوب یک. علیکم. اون گونه که شما گفتین و در جریان هستین، متاسفانه وضعیت امنیتی، اوضاع امنیتی در شمال و شمال شرق افغانستان به خصوص در ولایت های بدخشان و قندوز واقعا نگران کننده است و از چند هفته به این سو متاسفانه دشمنان مردم افغانستان یا مخالفان مسلح عملیاتشان به هدف سقوط برخی از ولسوالی ها در ولایت بدخشان بیشتر ساختند. که شما در جریان هستین که دو هفته پیش ولسوالی زیباک به گونه کامل به تصرف مخالفان مسلح در آمد. پس از اینکه زیباک سقوط کرد، مخالفان مسلح به هدف سقوط بالای ولسوالی اشکاشم حمله کردند که برخی از قریه ها و از روستاهای ولسوالی هم به تصرف خود در آوردند. ولی یگانه چیزی که مردم سخت نگران کرده و نگران هستند ساکنان ولسوالی ها این است که حکومت مرکزی و رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تعهد و صداقت جدی برای بازپسگیری ولسوالی‌ها و برای سرکوب کامل و محو کامل مخالفان مسلح دولت نداره. پیش از این شما شاهد بودین که از دو سال به این طرف دو ولسوالی دیگر بدخشان به نام یومگان و آوردوج به گونه کامل در تصرف مخالفان مسلح سقوط کرد و از دو سال به این طرف تاکنون کوچکترین عملیاتی برای بازپسگیری دو ولسوالی انجام نشده. مردم سخت در این ولسوالی‌هایی که در تصرف طالبان قرار دارند در وضعیت بعدی امنیتی قرار دارند، بسیار با مشکل میتونن از خانه هایشون بیرون شوند. مواد اولیه، مواد خوراکی بسیار قیمتش بلند رفته. خدمات صحی، خدمات بهداشتی، خدمات آموزشی در ولسوالی ها قطع است و مردم در یک حالتی هستند که نمیدانند به کجا پناه ببرند. از یک سو طالبای مسلح یا مخالفان مسلح اینا را اجازه نمیتن که از اون مناطقشون بیرون شوند، به مناطق امتر پناه ببرند. از سوی دیگر اینا هر از گاهی هدف آماج حملات مخالفان مسلح قرار میگیرند و در نبردهایی که میان نیروهای امنیتی و طالبای مسلح قرار می گیرن، هر از گاهی ما شاهد هستیم که متاسفانه غیر نظامی ها، زنان و کودکان قربانی میشن. بله، دیر من قدرمان دوستان و اسمال د بدخشان ولایتی شورا مشر عبدالله ناجی نظری تلفن په کرخه که را سره کاغلی ناجی از مقا گو رای؟ بله، سلامونه کاغلی ناجی، که در ورسته تاسو معلومات و ورستی معلومات در پیلشه و عملیات و پارت سدی در زیبا کولسوالی که قدرمان لیدون که سر شریک کرده. سلام خدای متعال، سلام عرض میکنم خدمت شما. علیکم. میمان حاضر در بحث و بینندگان تلویزیون یک. متاسفانه ولسوالی زیبا در اثر غفلت نیروهای امنیتی در ساحه سقوط کرد و علت شمنجی حکومت از فرصتهای زمستانی به خاطر بازسازگیری و پاکسازی مناطق از دست رفته با وجود تلاشهای فراوانی که حکومت محلی، نمایندهای مردم و در مجموع مردم از مراجع مختلف کردن انجام ندادن، بالاخره منجر به سقوط ولسوالی زیباک شد که متاسفانه یک تعداد از امکانات نیروهای امنیتی هم به دست مخالفین افتادن. عملیات بازسازگیری آغاز شده، نیروهای قطعات خاص، کماندو و قطعات خاص پلیس، خیزشهای مردمی، پلیس محلی و در مجموع همگی پلیس سرحدی فعلا در ساحه هستن. روز گذشته من شخصا با مسئولین محلی ولایت رفته بودیم اونجا، با نیروهای امنیتی ملاقات و نشستی داشتیم، از پرسنل دیدن کردیم. فعلا خط پیشروی جریان داره، ولی نسبت به اینکه نشود که با دشمن کدام تکتیک بسنجه، یک کمی آهستا ولی با تدبیر پیش می رود. وعده نیروهای امنیتی بود که احتمال داره تا دو روز دیگه ما زیباک پاکسازی کنیم، ولی اگر زیبا پاکسازی شد اول قدم بعدی و اردوش نباشد که یکی ولسوالی استراتژیک مهم و امو پایگاه سنتی طالبان بدخشان است، پاکسازی نشد احتمال دارد با این کمیت نیروهای امنیتی در بدخشان این حادثه دوباره تکرار شود، به دلیل اینکه قطعات خاص و قطعات کماندو و قطعاتی که از کابل آمدن دوباره اینا
شاید بر بگردن. ولی گپ اساسی گپ مهم نیست که حکومت افغانستان باید در مجموع اما نقاط اساسی طالبان را چی در زیباک هست، چی در وردوج هست، چی در خستک هست و چی در راغستان تذاب و یمدان باید پاکتازی کند تا از اقل در دراز مدت ما از شر طالبان در امان باشد. بله ډیر مننه کاغله ناجی که دارته وای چې وردوج تاسو یادونه وکړئ ښکاشم او دغسې یمګان ولسوالۍ وضعیت د سیمو اوسیدونکي له کومو ستونزو سره مخ دي تاسو د ولایتي شورا د رئیس پایز د هغوی ستونزې تاسو ته رسېدلي د ستونزو حل په برخه کې م څه کړي دي؟ خب ښکاشم شما یاد کړئ ښکاشم فعلا در سطح حاکمیت دولت و افغانستان مشکل نداره، ولی یک کیلو از مردم محل ولسوالۍ زیباک متاسفانه مهاجر یا آواره شدن فعلا در ولسوالی اشکاشم است. نسبت به اینکه رای زمینی که از طریق ولسوالی وردوج در اختیار طالبان و رای بدیل هم که کتل آورده میگیم از مسیر ولسوالی شهدا به اثر برفباری این یک منطقه بلند زنوز هم درست بند نشده، ما به قلت مواد غذایی و امکانات در اشکاشم متاسفانه سر دچار هستیم، ولی تلاش های ادامه داره که ما مسیر باز کنیم، مسیر بدیل که کمک ها انتقال شود. در خدمت مشکلات مردم محل چی در وردوج است و چی در یمگان در خستک یا در مجموع در جاهایی که طالبان اونجا حاکم هستند، متاسفانه اینا هم مردم باید تمام نان و امکانات و آب نان طالبان و طالبان محلی را باید مردم آماده کنند. واقعا مردم از این دچار مشکلات هستند، مردم و مشکل اقتصادی را نمیتونند تمامی را آماده کنند، ولی طالبان با زور با جبر با فشار از مردم نان میطلبند و در پلیوری آزادی های فردی اینا فرد شده، معارف همچنان که باید کار کنه کار نمیتونه و در مجموع پروژه های انکشافی در ساحنه خدمات سیزی هم به صورت درست اساسی نیز پرسنل طبیعتا پرسنل دولت نمیتونه برای از تمام مسائل و تمام مسائل رسیدی کنن. خب حضور طالبان متاسفانه چی در سایه خودشان و چی در سایه که علاقل بلوسوالی که یعنی سطح تبدیل هستن، یعنی همجوار ولسوالی این هم متاسفانه اونجا تاثیر منفی داره، حکومت داری به صورت درست و اساسی تمثیل نمیشه و خب ده ها مشکل است که متاسفانه مردم و در مجموع حکومت مواجه هستن با اون. بله دیره من نه خاقل ایناجی دا کرده و اجتاسو دی ولایتی شورا رئیس پتوگه دغه اجتاس تونزه چی یادوانه مکرل مسئول چارواک سره شریک کردی تو د سیمې اوسیدونکي خلک د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو له ظلم څخه چې تاسو یادونه وکړه چې ډوډۍ ورته خوراکي توکي ورته برابروي څو خلاص یا د حکومت د مسؤول چارواکو ځواب تاسو ته څه و؟ خب ما همین مشکلات یعنې موارد مو به مو با مسؤولین محلي در شخص والی با در مجموع ریاست های مربوطه با مسئولین نیروهای امنیتی و همچنان در زمستان ما یک سفر با کابل داشتیم با تمام اعضای شورا و با مسئولین از رئیس نجرایی تا وکلای پارلمان تا وزیر سبا همه این ملاقات داشتیم. متاسفانه و رئیس جمهور نخواست که ببینه ما را و این این موارد ما مکمل برشان گفت بودیم و این سکوت زیبا که هم برشان تلقین بودیم که اگر مسئولی بدشان رسیدگی نشه ممکن وضعیت تغییر کنه و مناطق بیشتر سقوط کنه. متاسفانه حکومت در زمانش توجه نکرده. اگر همین کمک هایی که امروز شده را ایتنی در بدخشان از بیترین قطعات نیروهای امنیتی فعلا در بدخشان هستن، اگر همین در وقتش نصف همیان به بدخشان فرستاده میشد توجه میشد زیباک هم سقوط نمیکرد و بخش از مناطق ممکن پاکسازی میشد. ولی متاسفانه حکومت نظر به هر دلیلی که بوده اراده نبوده جای دیگر مصروف بوده یا نخواسته و یا نتانستم که در وقت به اموری بلاشان را تویدی نشده، ولی به هر صورت حالی هم از این فرصد قطعات من داریم اینجاست و این عملیات مقصدی نباشه و تا آخرین لانه طالب پاکتاوی شد و بدخشان مشکلش اول نزدیک به صفر شد و از صفر نمیشه. ډیره مننه ښاغلی ناجي تاسو څخه له دې چې بس کې مو ګډون راسره وکړه. بله ښاغلی فخر قاریزاده، دې ته که راوګرځو چې تاسو پیل کې یادونه وکړه چې امنیتي بنسټونه د دغو یعنی عملیاتو په برخه کې یعنی په خپل منځ کې همغږي نه لري او په سمه توګه نه کوي، یعنی دغه عملیات مخته بوځي، لامل یې اصلي تاسو په څه کې بولئ؟
عامل اصلی در است که متاسفانه اولم که عملیاتی که برای انداخته شده یک عملیات بسیار کند هست و به کندی پیش می روه و دلیل اصلی یکی چرا عملیات به پیش می روه است که از حکومت مرکزی و از کابل برشان دستور داده نمیشه که به گونه کامل و به گونه اساسی مخالفان مسلح را سرکوب بکنند و در رأس نیروهای امنیتی افراد مسلکی، افراد متعهد، افراد که دانش نظامی داشته باشه اینا استخدام نشدن، افرادی هستند که بر اساس سلیقوی، بر اساس گروهی و تنظیمی قومی نه استخدام شدن. اینا نمیتونن که درست همون نیروهای شجاع، نیروهای امنیتی قهرمانی افغانستان رهبری درست بکنن. ما در سطح پایین نیروهای امنیتی قطعا مشکل نداریم. نیروهای امنیتی و دفاعی ما، پلیس ما، امنیت ما، اردوی ما با یک روحیه بسیار قوی، با یک روحیه و با یک مورال بسیار بلند آمده هستند که مخالفین سرکوب بکنن. ولی متاسفانه مشکل اساسی در رهبری این نیروها است که در مرکز از کابل بر اینا درست دستور داده نمیشوه و درست هماهنگی نمیشوه. یک مشکل اساسی اینجاست که امروز متاسفانه رئیس جمهور همه چیز دم دست خود گرفته، حتی مسائل نظامی را، حتی سبق اداره که باید یک شخص نظامی، یک شخص متعهد، یک شخصی که دانش نظامی داشته باشه این کار را به پیش بره، مال متاسفانه رئیس جمهور خودش از مرکز ملی توحید نشسته، از پشت چوکی، از پشت کامپیوتر، از پشت تلفن به نیروهای امنیتی در خطوط مقدس نبرد دستور میده این کار کنین و این کار انجام بدین. بهتر این است که حکومت افغانستان اگر صداقت داره، اگر تعهد داره، اگر اراده داره که مخالفین مسلح در کل کشور به خصوص در ولایات شمال شرقی در بدخشان سرکوب بکنه، افراد مسلکی، افراد متعهد، افرادی را به کار ببرن که اونا دانش نظامی داشته باشند، تجربه جنگ داشته باشند، بدانند که در جنگ در برابر مخالفان مسلح دولت از چه روس و از چه شیوه مسلکی اینا استفاده بکنن. ولی متاسفانه تا کنون این گونه نبوده. ما و شما شاهد هستیم که بدخشان که 4 ولسوالیش در حال حاضر به گونه کامل در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار داره، از 3 ماه به ایسو قمندان امنیه نداره. یک ولایتی که در حالت خطر است، حتی خطری وجود دارد که اگر مخالفین پیشتهی بکنند حتما به فیض آباد و مرکز ولایت امینا حمله میکنند. در حال حاضر در بخشی از نزدیکی های مرکز ما مخالفین مسلح را عملا داریم که حضور دارند. اونا منتظر فرصت هستند که چطور بتونن از کدام راه بتونن که بالای مرکز حمله بکنند. ولی در این شرایط متاسفانه به دلایل امو تنظیمی، به دلایل اختلافاتی که میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی وجود دارد، به دلایل اختلافاتی که در درون حکومت وجود دارد، اینا تا هنوز موفق نشدند که قمندان امنیه جدید به بدخشان معرفی بکنم و قماندان سابقش هم به کابل فراخوانده شده و تا هنوز برای مردم وضاحت داده نشده که قماندان امنیه سابق به چی دلیلی، به چی جرمی، به چی گناهی به کابل فراخوانده شده و قماندان جدید به بدخشان معرفی نمیکنند. که خود نشان دهنده است که مقام های حکومتی که در کابل روی کرسی های اسفنجی نشستن از درد مردم، از رنج مردم، از تلفات مردم، از بینانی مردم، از گرسنگی مردم اینا خبر ندارن، نمیفهمن که در بدخشان، در وردوج، در زیباک، در اشکاشم، در امگان بالای مردم چی میگذرد. بله ډیر مننه فرمان لیدونکو، تر لاندې د میو روس بیا هم ملتیا موکړي. بله قهرمان دوستان بیا هم خیر اغلاس خاغلی قاری زاده که دې تراسو امنیتی برخ نکرا تیر شو، طبعا امنیتی ستونز و امنیت نشتون په ولایت کې او سیمه کې پوهنې، روغتیا، دغه راز برېښنا برخه کې هم ستونزې رامنځته کوي. څه فکر کوئ چې د پوهنې برخه کې، د معارف په برخه کې د بدخشان اوسیدونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ قطعا بگونه ای که میدانین زمانی که در یک ولایت امنیت نبود، در یک منطقه امنیت نبود، در اون منطقه اما خدمات اساسی باید که بر یک مردم باید ارائه شوه وجود نداره. متاسفانه به دلیل که در حال حاضر بسیاری از ولسوالی های ما یا عملا در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارن یا در بخشی از از ولسوالی ها طالبا مخالفین مسلح حضور دارن، ناامن هستند. به همین دلیل خدمات اساسی هم بر شهروندا رسیده نمیشه. از جمله موضوع معارف است که یک موضوع بسیار مهم، یک موضوع برای اساسی که باید در هر گونه شرایط دروازه مکاتب، دروازه پانتون ها برای دانش آموزان یا دانشجویان باز باشه. ولی متاسفانه ما در بسیاری از ولسوالی هم که تحت تهدید بلند امنیتی قرار دارن یا در تصرف مخالفان مسلح دولت قرار دارن، مکاتب عملا بسته هستند و همون نصاب تعلیمی حکومت تدریس نمیشه. و ما در تازه‌ترین مورد هم شب گذشته یک مکتب در قریه بازگیر ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان که به تصرف قریه به تصرف طالبا در آمده بود، متاسفانه طالبا به این مکتب از این مکتب به عنوان سنگر استفاده کردن و تمام هست و بود و تمام وسایل مکتب از بین بردن و حتی
جنایت بزرگتر از اینکه هم وسایل یا برای کودک‌ها در این مکتب آماده شده بود برای تفریحشان، حتی طالبا با حمله برای این مکتب سر گوده‌هایی را بریدن که کودکان از او استفاده می‌کردن برای وسایل تفریحیشان یا حداقل در ساعات تفریح از او استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما در بسیاری از ولسوالی‌ها مکاتب ما برای دانش آموزان مسدود هست و دولت هم توانایی را نداره که ولسوالی‌ها را از تصرف طالبا پس بگیره و خدمات اساسی آموزشی را در ولسوالی‌ها فراهم بکنه که سخت برای مردم بدخشان نگران کننده هست که 3 تا 4 سال می شود که بسیاری از هزاران دانش آموز ما، هزاران دختر، هزاران پسر در ولسوالی هایی که در تصرف طالبان قرار دارند، ولسوالی ها از خدمات اساسی تعلیم و تربیت آموزش محروم هستند. امیدوار هستیم که دولت این بار صدای مردم، صدای که از طریق رسانه ها بلند می شود، صدای که از طریق نمایندگانشان بلند می شود، این صدا ها را بشنوه و به این مشکلات نقطه پایان بگذاره، امنیت تامین بکنه، مخالفین سرکوب بکنه و ادارات یا دستگاه هایی که برای شهروندا خدمات ارائه میکنه اونا را فعال بکنن و افراد و اشخاص مسلکی و متحده به کار ببرن تا حداقل همو دردهایی را که مردم طی چند سال گذشته دیدن و همو زخمهایی را که هنوز مردم میبینه برای دردها درمان و برای زخمها مرهم شون. ولی من یواز تاسو یادونه کړم، طالبان دی چې په ولایت کې نامنه تلاس و یا نور ترهګری ډلې هم دی چې د یاد ولایت په نامنه کلاس لري. متاسفانه خو در اول هم طالبا بودن که زمینه را ایجاد کردن که بدخشان ناامن شوه، ولی در حال حاضر ما گزارش هایی داریم که افراد و اشخاص منصوب به داعش یا موسوم به داعش در ولسوالی هم حضور پیدا کردند. باور ما به عنوان یک بدخشانی و به عنوان یک کسی که داریم با بدخشان و با اون مناطقی که امروز ناامن است ارتباط نزدیک و تنگاتنگ داریم این است که در حال حاضر متاسفانه در ولسوالی های بدخشان شهروندان چچن، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان، اوغرهای چین، اینا عملا حضور دارند و اینا عملا رهبری نبرد یا رهبری جنگ به عهده دارند که بسیاری از اینها به نام داعش به افغانستان آمدند. ولی به دلیلی که تو هنوز داعش در بدخشان هسته گذاری قوی نداره، پایگاه قوی نداره، اینا به نام طالب در کنار طالبان جنگ میکنند و باور ما این است که اینا برایشان دستور داده شده از امو بیرون که شما تا زمانی که امو خود محکم میکنین، پایگاه ایجاد میکنین، هسته خود محکم میکنین، باید به نام طالب جنگ کنین تا اینکه ولسوالی ها را گرفتین، خود تقویت کردین از نگاه مالی و از نگاه موقعیت جغرافیایی و یک موقعیت رسید اونجاست که شما اعلام موجودیت بکنین. ما گزارش هایی را داریم که در ولسوالی راغستان متاسفانه چند سبی پیش افرادی به نام داعش بالای نیروهای امنیتی افغان حمله کردند، همچنان در ولسوالی کرانمنجان، و ما پیش از این هم در ولسوالی جرم افراد و اشخاصی را داشتیم که در روزهای عید با پرچم های سیاه داعش حضور پیدا کردند و از مردم خواستند که با اونا بیعت بکنند. این در کل یک موضوعی است که در حال حاضر طالبان وجود دارد، ولی اگر یک تعهد، یک صداقت جدی از سوی حکومت نباشه، طالبان یا کسایی که در کل علی دولت می جنگه اینا سرکوب نشوند، نگرانی وجود دارد که داعش در بدخشان تقویت پیدا میکنه. بدلیل اینکه بدخشان یک ولایت استراتژیک و مهم است. بدخشان ولایتی است که با چین هم سرحد است، با تاجیکستان هم سرحد است، از این طرف با پاکستان هم سرحد است و در حال حاضر ولسوالی زیبا که به تصرف طالبان مسلط در آمده یکی از ولسوالی است که بسیار سرحد مشترک و نزدیک با پاکستان داره. کوتل به نام شای سلیم وجود داره که در گذشته در وقت جهاد مجاهدین از این طریق از پاکستان حمایت میشدن و وسایل و تجهیزاتشان به داخل افغانستان انتقال میدادن و در حال حاضر طالبان هم با استفاده از موشه و وسایلشان و تجهیزاتشان از راه کوتل شای سلیم به ولسوالی زباک انتقال میدن. اگر حکومت تا چند روز دیگه، تا چند هفته دیگه طالبان را از ولسوالی زباک به عقب نزنه، سرکوبشان نکنه، اگر طالبان در ولسوالی زباک پایگاه مستحکم پیدا کردند و خودت اجازه توانستند که محکم بکنند، نگرانی سخت وجود دارد که بسیاری از ولسوالی های سرحدی ما به دست طالبان سقوط میکنه و محو کردن طالب و سرکوب طالب باز برای دولت بسیار به یک مشکل بسیار کلان تمام میشه که باز وقت ما باید با یک سرمایه گذاری بسیار بلند به یک تلفات بسیار زیاد بازی ولسوالی ها مجبور هستی پس بگیریم. دیر من خاغلی قاری زاده که دیت راسو ولسوالی امنیت پاره و غیدو به مرکز که خار که دن امنیتی وضعیت سنگنه؟ در حال حاضر الحمدلله در خود فیض آباد امنیت خوب است. نیروهای امنیتی در تمام بخش های از خود فیض آباد تسلط کامل دارند و کدام مشکل بسیار جدی پیش نموده، ولی هر از گاهی طالبان به گونه چریکی از بخش های مختلف بالای نیروهای امنیتی در فیض آباد حمله میکنند که مثلا در ناحیه 8 شهر فیض آباد
طالبا حضور دارم، ولی در حال حاضر تا هنوز توانایی را پیدا نکردم به گونه گروهی حمله بکنن. و در گذشته ها حدود 2 ماه ما پیش یک درگیری بسیار سخت در مربوطات ناحیه 8 شهر فیض آباد داشتیم که متاسفانه شماری از نظامیان عزیز ما شهید شدند و همچنان به نیروهای به مردم ملکی تلفات سنگین وارد شد. و در این قسمت ها خطر وجود دارد، تهدید وجود دارد، ولی توانایی را که تا هنوز بتوانند به گونه بالقوه بالای فیض آباد حمله بکنن ندارن. امیدوار هستیم که امو تهدیدهای کوچکی هم که تهدیدهایی که در سطح کوچک هست نیروهای امنیتی ما، ادارات امنیتی ما، ادارات استخباراتی ما این تهدیدها خیلی جدی بگیرن و پیش از اینکه طالبان حمله بکنن اینا باید حمله بکنن اونا را از بین ببرن. متاسفانه یک مشکل دیگه هم هست که ما همواره در حالت دفاعی قرار داشتیم. ما منتظری بودیم که طالب چه وقت بالای نیروی امنیتی ما حمله میکنه، طالب چه وقت بالای پسته ما حمله میکنه، ما از خود دفاع کنیم. اگر ما این تصمیم این اراده را این پلان داشته باشیم که چه وقت بالای طالب حمله کنیم، طالب در کجا خواب است، در کجا آموزش میبینه، در کجا پایگاه داره، پیش از اینکه بالای ما حمله کنه، اگر ما بالای طالب حمله کنیم پایگاه های اونها را از تای اونها را از بین ببریم، یک کار بسیار اساسی برای ما و به دولت ما، برای نیروهای امنیتی ما. متاسفانه ما در کل در 15-16 سال گذشته تا هنوز پلان نداشتیم، مموره به عنوان نیروهایی که در حالت دفاعی قرار داشتیم از خود دفاع کردیم و هیچگاه ما هدف قرار ندادیم پیش از اینکه دیگران ما را حمله قرار بدن. بله ډیر مننه خغلی قاری زاده دې ته کراش چې بالاخره شته ستونزو ته پکتو سره چې باس کې یادونه پرې وسوه چې څو ولسوالۍ څلور ولسوالۍ تاسو یادونه وکړه چې طالبانو لاس کې دي او دغه راز که چیرې دغه وضعیت دوام وکړي د نورو ولسوالۍ ته د مرکز سقوط لامل به هم سي، د دغو ستونزو هلته بالاخره حکومت او خلکو ته څه پکار ده چې باید پر وړاندې ګام پورته کړي څو شته ستونزې حل شي؟ رای حل اساسی که به طریق تهدیدات امنیتی را رفع بکنیم است که باید ما پیش از اینکه نیروهای امنیتی را به ولایت بدخشان بفرستیم اعزام بکنیم، پیش از پیش ما افراد و اشخاص مسلکی را، افراد و اشخاصی که واقعا مربوط به مردم باشند، نه مربوط به یکی از دو رهبر حکومتی و دانش نظامی داشته باشند، دانش جنگ داشته باشند، اینا را ما باید در نهادهای امنیتی تعیین بکنیم. به موضوع سرپرستی در قماندانی امنیتی بدخشان خاتمه بدیم، یک شخص خوب تعیین بکنیم، اجازه بروند و رهبرای حکومت وحدت ملی از امو اختلافات خود، از امو تنش‌های خود کنار بیایند، در کابل در رأس نهادهای امنیتی، در رأس وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی اشخاص با دانش بعد به کار بگذاریم، به سرپرستی در وزارت دفاع خاتمه بدیم و از سوی هم به صدای مردم، به فریاد مردم ما باید اهمیت بدیم. متاسفانه تا هنوز رهبرای حکومت وحدت ملی، جناب رئیس جمهور غنی و جناب رئیس اجرایه و در کل نهادهای و سکتور امنیتی تا هنوز به صدای مردم، به درد مردم اینو اهمیت ندادند. قسمی که رئیس شورای ولایتی بدخشان گفت، ما در جریان هستم که یک ماه کامل در بدخشان انتظار کشید که برای یک ساعت رئیس جمهور را ببینه، ولی متاسفانه امیر رئیس جمهور برای یک ساعت حاضر نشد که با رئیس شورای ولایتی بدخشان ببینه. مشکل اساسی همین است که رهبران حکومت وحدت ملی یک درک عمیق، یک درک اساسی از درد، رنج، مشکلات مردم در سطح ولایات، نه تنها در بدخشان که در بسیاری از ولایات، در هلمند، در قندهار، در غزنی، در هرات، اینا ندارن. رای علی اساسی به نظر ما به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که برادر ما، هموطن ما، خواهر ما یا کسای دیگری از نزدیکای ما درد میبینن، رنج میبینن، تکلیف میبینن، این است که اختلاف با اختلافات خودشان پایان بدن، افراد متعهد مسلکی را در رأس نهادهای امنیتی قرار بدن و بیاین امی سوق اداره را رئیس جمهور برای یک کسی بسپاره که واقعا مسلکی است، واقعا نظامی است، واقعا توانایی جنگ داره، توانایی رهبری کردن داره. متاسفانه امروز رئیس جمهور ما فیر یک تفنگچه را یاد نداره، ولی در رأس سرقماندانی علای قوای مسلح است و در رأس ای است که عملیات ها را در صفوف جنگ، در خطوط مقدم جنگ عملیات ها را از داخل ارگ، از داخل مرکز ملی توحید رهبری بکنه. ډیر مننه خغلی قاری زاده، لدی چې بس کیم ګډون را سره قدرمن دوستان له تاسو خامنه تربیه خې چاره.